مصری‌ها در رفراندوم تغییر قانون اساسی کشورشان شرکت کردند که به عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری فرصت می‌دهد تا 11 سال دیگر یعنی تا سال 2030 در قدرت باقی بماند و نقش ارتش را گسترده‌تر کند. منتقدان تصویب متممی به قانون اساسی با این هدف را گامی اساسی در راستای حاکمیت استبدادی خواندند. کاوه ادیب گزارش می‌دهد. همه پرسی تغییر قانون اساسی در پی سرکوبی بی سابقه اپوزیسیون در سالهای اخیر برگزار می شود. دولت سیسی هزاران نفر، اکثرا اسلامگرایان و همچنین شماری از فعالان سکولار را بازداشت کرده و آزادی های به دست آمده در قیام دموکراسی در سال 1389 را عقب رانده است. رأی‌گیری ساعت 9 صبح به وقت محلی آغاز شد و 3 روز ادامه خواهد داشت تا شمار بیشتری آرای خود را به صندوق‌ها بریزند. عبدالقاوی در قاهره پایتخت شرکت در رفراندوم را وظیفه خواند. من اینجا هستم زیرا از همه مصری‌ها خواسته شده که برای موضوعی که به نفع همه ماست رأی بدهیم. دوران شرکت نکردن در انتخابات و رفراندوم به سر آمد است. رأی ما اهمیت دارد زیرا ما به تحولات و تهدیدها در کشورمان توجه داریم و باید در تعیین سرنوشت خودمان شرکت کنیم. شهروند دیگری شرکت در همه پرسی را الگویی برای جوانان توصیف می کند. باید رأی بدهیم و الگویی برای جوانان باشیم تا جایگاه خود را بدانند و اجازه ندهند در کشور خودشان به حاشیه رانده شوند. ما کشور خوبی داریم و می توانید با نگاهی به کشورهای خاورمیانه این را درک کنید. تلویزیون دولتی مصر گفت آقای سیسی رأی خود را در منطقه‌ای در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری به صندوق انداخت. به گفته مقام‌های مصر نتیجه همین پرسی تا 7 روز دیگر اعلام خواهد شد. کاوه ادیب، صدای آمریکا.